امشب پلیتیک بعد از شاه سلامتی به گروگانگیری نمیگوید و خواستار آزادی سرباز وظیفه مرزبان مملکت است. در این برنامه یک بار برای همیشه تکلیف ما با اونا، اونا با اونا، اونا با ما، اونا با اوناها، ما با اونا و ما با اوناها و اوناها با اونا مشخص می شود. امشب پلیتیک 10 خبر مهم هفته را از نظر خودش به نظر شما می رساند و اطلاع رسانی پلیتیکی را به کمال می رساند. به جمال سلام برسون. قسمت دوم مصاحبه ما منصور اوسانلو این هفته از پلیتیک پخش می شود. آیا اوسانلو فعال کارگری است؟ زندان رفته، شکنجه شده. در انتهای برنامه پلیتیک هفته را کسی می زند که ادعایش ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن حق به حقدار است. پیام مثبت اندیشی پلیتیک از راه همین صدا و تصویر از طریق امواج ماهواره‌ای بدون پارازیت به شما منتقل می شود. با همه این حرفا 28مین قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت دوستانی هستن و این پلیتیک هست. ملت برنامه برای نسل هستن و بعد از حسن که پشت گو نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بدبختی از اونجای شروع شد که پس از پیدایش کشف اختراع خلاصه بعد از کره زمین جاندارانی به وجود اومدند که به خودشون میگفتند ما، به دیگران میگفتند اونا. آخرش هم کسی نفهمید که چی به چیه. گذشت و گذشت تا بعد از حوادث زیادی و زلزله هایی کار کشید به تفکیک جنسیتی قاره ها. بعد از پیدایش کشف زایمان تولید اختراع خلاصه بعد از اینکه خانواده محترم حضرت آدم تشکیل شد قضیه جدیتر شد. وقتی قابیل زد هابیل رو برد، کهریزک قابیل شد، اونا الباقی خانواده محترم حضرت آدم شدن. چی؟ بله، ما. این اولین بار در تاریخ بود که اونا تعدادشون از ما کمتر بود، ولی خب زور دست اونا بود دیگه. بعد از اون اتفاق خاصی تو تاریخ نیفتاد، یا اگرم افتاد ما چون منابع ما قبل تاریخ نداریم شما گیر ندین، خواهش میکنم. تا اینکه ما یعنی ایران به وجود اومد. بعد از به وجود اومدن ما که بعدن شدیم هخامنشی ها، شایعات گسترده زیادی در کپسول های آتش نشانی به جا مانده از آثار باستانی به دست اومد که نشون میداد در زمان داریوش دوم بازم یه 7-8-10 نفر که زور دستشون بود شدن چی؟ اونا. بقیه همچنان به خودشون میگفتند ما. اینقدر قضیه رو جدی نگرفتیم تا کار کشید به حمله اعراب. اون وقتا ما اینقدر واسه خودمون خدا بودیم که وقتی خبر دادن اعراب دارن بهمون حمله میکنن آقا دست جمعی نشستیم آی خندیدیم تا همین جوری خنده به دین مبین اسلام گرویدیم. یه 200-300 سال که گذشت به لطف ادبا و شعرامون عرب ها که تعدادشون خیلی هم کمتر بود شدن اونا، ما همون ما موندیم. حالا حال نداشتیم، چی زده بودیم، چی بود نمیدونم، فقط میدونم ما هیچ وقت به این فکر نکردیم که اگر به این فکر کرده بودیم اعراب عزیز اینقدر راحت نمیتونستن بهمون حمله کنن، دستی دستی بشن. اونا کار به جایی کشید که وقتی هولاکو خان مغول زحمت کشید با لشکرش که یک پیخوم لشکر ما بود به ایران تشریف آورد، انقدر ما خوشحال بودیم، انقدر خوشحال بودیم که هولاکو خان قرآن بلده، انقدر خوشحال بودیم که نگو، به همین خوشگلی هولاکو خان قرآن میزد زیر بغلش تو خیابون ملش علاق میزد، ما عشق میکردیم که اگر خوردیم چی؟ غریبه نخوردیم. یه 200-300 سالی ما داشتیم با خاطراتمون با اونا
حال میکردیم که دفعه شاه اسماعیل عزیز محبت کرد منک بود سرمون برای اینکه نریم زیر یوغ اونا که این دفعه به جای اعراب ترکا بودن مذهب شیعه را چنان تمیز که نادر رفت. آقا ما رو داری اولش جورای بهمون برخورد ولی برای اینکه ضایع نشیم برای اولین بار در تاریخ این دفعه به شاه اسماعیل و دم دستگاهش گفتیم اونا، خودمون هم شدیم چی؟ همون ما. اینطوری کارمون دیگه راحت تر بود. تا میپرسیدن چرا اوضاع اینجوری شد فوری میگفتیم اونا این بلا رو سرمون آوردند. دیگه ما با شاه اسماعیل خب خاطره خوب دیگه فکر نمیکنم داشتیم. تا اومدیم رسیدیم به کی؟ رسیدیم به فتحعلی شاه. یه دونه شاه سیبیلوی دیگه فتحعلی شاه، چون ما یه عالمه جو که خنده‌دار درباره فتحعلی شاه داریم و اصلا هر جا گیر میکنیم قضیه رو میبندیم به نیمرخ فتحعلی شاه. حالا من میگم جوکش اینه که یه روز یه بله بوق میذارن نمیذارن ما جوک بگیم توی برنامه، ولی اینجوری شد که ما برای هزارمین اولین بار در طول تاریخ شروع کردیم برای اونا که جزو ما نبودن جوک ساختیم. کم کم یه جوری شد که دوره مظفرالدین شاه اونا تو دربار جوکایی که ما واسهشون ساخته بودیم تعریف میکنن، خودشون به خودشون میخندیدن. این اولین مبارزه مدنی ما برای سرنگونی اونا در طول میلیون ها سال سلطه اونا بر ما بود. دوره پهلوی قضیه جالب تر شد. اونا میخواستن یه چیزایی رو که یه کمی پیشرفتم توش بود به زور واسه ما اجرا بکنن، منتها ما چون هیچ وقت در طول تاریخ زیر بار زور اونا نرفتیم به جوکامون هم درباره اونا دیگه بیشکی نمیخندید. اولش رفتیم کمونیست شدیم، بعد دیم آرمانهای کمون همچین کارمون رو راه نمیندازه، گله گله آقا رفتیم حسینی ارشاد دوباره مسلمون شدیم. حالا تا پیروزش تا میگفتن اسلام فوری میگفتیم اونا ها، ولی دیگه خب اینجوری شد که یهویی نوری در تاریکی تابید و بالاخره ما تونستیم بعد از میلیون ها سال قدرت رو از اونا بگیریم بدیم به اینایی که همون ما بودن. به این شکل رفراندوم جمهوری اسلام با دروغگو 98% کو با رأی ما پیروز شد و بلافاصله ما اصلا نداشت شما فردا بشه همون تو راه برگشت به خونه همون که بودیم شروع کردیم به کسایی که ما خودمون رفتیم بهشون رأی دیم گفتیم اونا. البته خدایش اونا هم تا همین الان دستشون در نکنه یعنی هیچ رقمه کم نداشتن واسه ما، ولی یه جورایی قضیه قرقاتی شده الان. من فهم کنم اونا مگه ما نبود؟ چجوری الان این ما یا اونا هست؟ الان این ما هست؟ اونا؟ حالا بگذاریم. یه 20 سال گذشت تا یک دفعه در دوم خرداد 76 یه عده از اونا اومدن شدن ما، 20 میلیون رای آوردن. این وسط هاشمی رفسنجانی و موسوی و یه تعداد دیگه که تا پنج روزش بهشون میگفتیم اونا، کم کم شدن ما که حالا ما نمیخوایم تایید داستان لو بدیم، نمیگیم اینجاشو فعلا میریم سر. و یه سری از همون اونا از دم و دستگاه جدا شدن اومدن یه دم و دستگاه اصلاحاتی جدید زدن که ما چون خوشمون میومد که اینا با اونا لجن شروع کردیم بهشون گفتیم چی؟ حالا ما. از اونجایی که در طول تاریخ هر وقت به ما خوش گذشته خودمون یه جورای زهر ما رو خودمون کردیم، این شد که 8 سال بعدش ما به اونایی که شده بودن ما دوباره گفتیم اونا. و برای این که بین اونا و اوناها، حالا اوناها هم به وجود اومد در این قصه، ما الان اوناها داریم، برای این که اوناها روشون کم بشه ما رفتیم رأی دادیم به یکی که جا داره اینجا الان هم رو عکسش سود پخش کنیم. اینجوری شد که ما دوباره بدون اینکه اصلا در طول تاریخ هیچ نقش و مسئولیتی در بلاهایی که سرمون میاد داشته باشیم، اصلا در ادبیات فارسی همین که یه چیزی به نام اونا ساختیم که هرچی بدبختی داشتیم رو بندازیم کل اونا، برای مدت 4 سال یه اونای جدید درست کردیم که اینقدر یارو گود دوباره به اونایی که بعدش شده بودن ما، ولی ما دوباره بهشون گفتیم اونا، گفتیم چی؟ ما. یوری شد که در 22 خرداد 88 ما آقا رفتیم به موسوی رأی دادیم که لامصب بازم اوناها یه کاری کردن که نشد که بشه. گفتیم جهنم و ضرر آقا 4 سال دیگه هم روی اون 4 میلیون سال. منتها اتفاقی که افتاد این که اونا با اوناها
دعواشون شد، بعد قضیه تفکیک سازی ما و اونا رسما دیگه خرد کار شد. مثلا ما آخرش نفهمیدیم الان علی مطهری ماه یا اوناست، یا مثلا ابراهیم اصغرزاده که در 15 سال گذشته 15 دفعه بین ما و اونا تردد کرده آخرش ما شد یا اونا. الان ابتهی کجای ماست کجای اونا، اونا بود بعد ما شد، ما موند که اعتراف اجباری کرد بعد الان اونا شده، یا همون ما مونده ولی رو میوته. حسن خمینی چیه الان به نظر شما؟ مثلا ما میدونیم عادل فردوسی پور ماه، ولی همین ابراهیم حاتمی کیا که فیلم چهره ساخت فجر رو درو کرد، معلوم نیست ماست یا اوناست بالاخره. حالا اینا رو اصلا ولش، این مایل کوهن کی میگی؟ مایل کوهن ماه یا اوناه؟ ماه؟ اوناه؟ شما اما راستی آخرش راپیمایی مثلا 22 بهمن شرکت کردین یا نکردین؟ ما اینو الان همین راپیمایی و اینا رو هم آخرش ما نفهمیم، یعنی فهمیم ما. ببین یه عده از اونا به ما گفتن آقا برین تو راپیمایی اوناها شرکت کنیم، بعد ما فوری رگ گردون زدیم ما بریم تو راپیمایی اونا شرکت کنیم، ما بریم تو راپیمایی اونا شرکت کنیم اوناها، یعنی آخه ما همین ما خدا خدایش کار نداریم، یارو کرده بود. ولی خلاصه ما یه فرصتی پیدا کردیم که دوباره به اینا بگیم چی؟ اونا. دقیقا همون جوری که در حماسه 24 خرداد همین امسال هم رفتیم توی انتخابات اونا به یکی از اونا گفتیم ما، یارو رئیس جمهور کردیم تا پوز اونا رو بزنیم. الان هم تا بگن از زمانی که روحانی اومده اعدام ها هشت برابر شده میگیم چی؟ کار اوناست، ما به ما کار اوناست. بگن سبد کالا دادن میگیم بابا این اونا، اصلا این از اولش اونا بود ما نبودیم. بگن هر چی در عرصه خارجی دارن لاف میتره کنن در عرصه داخلی دارن میزنن میگیم ها اونا ما به ما چه؟ البته اگه همون موقع بگن تحریما برداشته شد فوری میگیم آه ما این ما. عموما ما در طول تاریخ از هر چی که خوشمون اومده گفتیم ما، هر چی بدمون بیاد و میگیم اونا، گور پدر نقش نداشته خودمون تو هر کاری که اونا میکنند، و خدا نگیره این عبارت وزین اونا رو از این زبان شیرین فارسی ما. شکر خدا ایام الله دعیه فجر هم تموم شد، الحمدلله رب العالمین که ما از 365 روز سال 412 تا یوم الله داریم که جا داره بر لزوم کش دادن سالهای شمسی برای تولید و بست یوم الله تأکید کنیم. با این مناسبت الان ما از 10 تا خبر رمزگشایی میکنیم. خدایش ببینید چرا با وجود تمام تلاشهای شبان روزی ما بازم ما آخر ماه اینقدر یوم الله کم میاریم. این هم خبر ده. روحانی اومد بره تو تلویزیون گفتگوی ویژه خبری کنه، رئیس صدا و سیما یه دونه مجری بهش داد، گفت من اینو نمیخوام، مجری خودمو میخوام. خلاصه اینم خبرش. ایرنا نوشته که آیا رئیس جمهور گفته که رئیس صدا و سیما مانع پخش زنده گفتگوی تلویزیون رئیس جمهور شد، دعواشون شد. خلاصه روحانی مجری خودش آورد، رئیس صدا و سیما مجری خودش گذاشت، اینا با هم دیگه بلن بلوم. خلاصه اینجوری شد که یکی فوری رفت تو سایت دولت کلی بازی و حرفا، اون یکی زنگ زد بچهای بالا سایت ایرنا فلان سسو کشتم پایین. خلاصه تاش یه ساعت و نیم تلویزیون موسیقی اصیل انقلابی پخش کرد تا اینکه دعوا تموم شد. دیدین مثلا سرتراشا بیکار میشن سر هم دیگر میتراشن، این بود قضیهش. اینا موقعی که با همه به توافق رسیدن دیگه کسی واسه جنگ و دعوا نرم میشه، هم دیگر بنگ بنگ میخورونن. البته حق با روحانی بود، ولی حق با روحانی بود، حق با روحانی. حجت الاسلام کاظم صدیقی از همکاران افتخاری این برنامه امام جمعه موقت تهران گفت خدا خودش خامنه ای را به رهبری برگزیده است، همونجور که مشاهده میکنید. خبر مهم هفته گذشته بود. به این مناسبت ما زنگ زدیم خدا ببینیم جریان چی بوده، کسی گوشی بر نداشت. زنگ زدیم مجلس خبرگان، 100 نفر از بیکاری گوشی رو برداشتن. گفتیم این جریان خدا مداد چیه؟ گفتن راسته. گفتیم پس شما چی کاره این؟ گفتن بله. ایران پارازیت خطرناک رو ماهواره گفته دیگه نمیندازه. آمریکا هم گفته که تحریم رو از رادیو تلویزیون ایران لغو میکنه. اینم خبرش، همونجوری که مشاهده میکنید دیگه الان خوشحال و شاد و خندانن همه. بدین سان شما میتونید پلیتیک رو هر جمعه ساعت 10 شب بدون پارازیت با کیفیت آینه و یا شیشه یا هر چیزی HD از شبکه تصویری رادیو فردا ببینید و برای دوستان خودتون تعریف کنید که چی دیدید. دشمنان خودشون چارچشمی دارن میبینن.
خبر رسید که آمریکا یه سری افراد و شرکت‌های جدید رو به خاطر دور زدن تحریم‌ها گذاشته تو فهرست تحریم. ایناش. اینم خبرش، افراد و شرکت‌های جدید را به فهرست تحریم‌ها آورده. دیدین آقا، دیدین گفتیم به آمریکا نمیشه اعتبار کرد. من گفتم یا نگفتم آقا جون؟ هر چه جور راهپیمایی شکوهمند 23 بهمن بهت گفتن نوش جونت آقای آمریکا. اصلا بزرگون گفتن تنگ خودش میخاره بهونه‌شم میاره. محمد رضا عارف گفت هیچ جریان سیاسی نمیتواند انقلاب را به نفع خود مصادره کند. ما خواستیم ایمیل بزنیم از ایشون بپرسیم شما دو تا جریان سیاسی آجو معرفی کن که بعدش حالا ما ببینیم میتونه مصادره کنه یا نه. یهو برامون ایمیل اومد گفتن دارین از مسیر اعتدال خارج میشین، از فردا باید برین دنبال کار بگردین. کامپیوتر آقا خاموش کردیم، گفتیم God bless America بابا. God bless America. ایران با آژانس انرژی اتمی در 7 مورد جدید توافق کردن. ولی اونجوری که ما حساب کردیم ما کلا 28 مورد هستی داشتیم که تا حالا سر 280 تاش توافق کرد. یعنی حساب کردیم اگر دور ناصرالدین شاه ما الان مشغول قرین سازی 20% بودیم دیگه وجدانن تا حالا موارد توافق تموم شده بود. فکر کنم اخیرا یه عده‌ای تو سازمان انرژی اتمی شغلش اینه که شهر تولید کنن که بشه سرش توافق کرد. والله به خدا 4 آیت الله خامنه ای پیدا شد. آیت الله خامنه ای ما صداش کردیم بالاخره پیدا شد. بالاخره تلاش شبان روزی ما در 2 ماه گذشته برای پیدا کردن ایشون نتیجه داد و ایشون نه تنها پیدا شد بلکه فرمود مسئولان آمریکایی میگویند ما به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم، در حالی که اگر توانایی داشته باشند لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد. بله، بدین وسیله ما اولا مراتب عشق و حال خودمون رو نسبت به یافتن ایشون ابراز می‌داریم اولا، و ثانیا اعلام می‌کنیم که خوش شکر خدا آمریکا فعلا که نمی‌تونه، رژیم ایران هم که شکر خدا سر جاشه. شما چرا واسه نتونستن‌های دیگران هم خون خودتو کثیف می‌کنی؟ آخه ای یوسف گمگشته که باز اومدی به کنعان، تو غم نخور، تو بشین همونجا، تو غم نخور فعلا، بشینم دو دستی بچسب اینجوری به اونجا اون بالا همون جوری اینجوری باید سفر بعد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از آحاد امت همیشه پرور دعوت کرد که در راهپیمایی 23 بهمن شرکت کنند. یه تعدادی از عزیزان هم شرکت کردن، بعد زدن همه شون رو گرفتن. بدین ترتیب بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان اصلاح طلب در مراسم 23 بهمن. حالا چجوری شناساییشون کردن؟ عکس حسن روحانی دستشون بوده مثلا. راهپیمایی 23 بهمن واسه چی برگزار میشه؟ حمایت از دولت جمهوری اسلام. رئیس دولت کیه؟ حسن روحانی. دوباره از اول، کسایی که واسه حمایت از رئیس دولت رفتن راهپیمایی حمایت از دولت دستگیر شدن. به همین مناسبت این برنامه اعلام می‌دارد که بله. دو. روحانی به منتقدان توافق ژنو گفت بی سواد. آیت الله بسپا یزدی بهش برخورد، داستان افتاد تو پوزنی. اونم گفت روحانی دروغگو و قسی القلبه. اینم چیزی که اون گفت. حالا روحانی دروغگو که نه، یه کم خالی بنده پولیتیکونا میزنه، منتها قسی القلب دیگه چرا آی مصباح؟ حالا چون روحانی بهت گفته مثلا داداش تو آخوندی به جای اظهار نظر هستی برو تو کارو درس و حوزه، حالا ما هیچی نمیگیم ولی شما هیچی نگین که آقا اصلا روحانی خودش هم آخونده البته، ولی به جای درس و حوزه زدی تو کار سرهنگا و اینا. کلن اصلا کلا بیا به روی خودمون نیاریم دیگه. منم بازیگرم، حقوقدان نیستم. اصلا هیچ کی به روی هیچ کی نیاره. اصلا چی نگه. و درست در یک چنین روزی، یعنی همین امروز، حسر موسوی و کروبی و زهرا رهنورد 3 ساله شد. شد 1093 روز. همین دیگه. کروبی و موسوی رو نشون بدیم و نه اینجوری. هفته پیش ما مصاحبه کردیم با منصور استانلو فعال کارگری. این هفته بخش دوم این مصاحبه رو برای شما پخش میکنیم. این شما و این هم منصور استانلو. شما در مصاحبه گفتید که باید یا باید از ایران بیرون می اومدید یا کشته می شدید. چرا آیه اسانلو؟
اگه الانم ایران بودید یه چنین خطر شما رو تهدید میکرد یا نه؟ به نظر من تمام تاریخ برخورد حکومت جمهوری اسلامی با تمام افرادی که کار سازمان یافته و تشکیلاتی کردن از خود 1357-58 که شروع شد، حتی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه، هسته مقاومت کارگران تهران از میدان قزوین یک راهپیمایی اعلام کردن به طرف دانشگاه صنعتی که حالا میگن شریف و موقع آریامهر میگفتن، حتی اون موقع از میدان قزوین حرکت کردن به دعوت هسته کارگری جنوب غربی تهران بیان تا اون دانشگاه حمله شد و این استادگی که اون روحیه قبل از انقلاب داشتن مردم نذاشین صفوف از هم بپاشه و نهایتاً اونو عقب نشینی کردن. یعنی از همون موقع کسایی که به این تجمع حمله کردن شعارشون حس فقط حزب الله بود و بیشتر کسایی که در دهه 60 کشته شدن کسانی بودن که امر سازماندهیه بله. یا کارگران یا دهقانان یا معلمان مثل هدایت الله معلم که عضو سندیکای فلز کار میکنی و ده ها اسم 502 کارگر تشکیلاتی در دهه 60 به توسط جمهوری اسلامی تو زندان‌ها کشته شدن. یعنی کشتن کسانی که میتونن یک موجی مثل موج سندیکای کارگر شکرواد که وجود اومد و این استعداد رو دارن که اون افکاری رو که طبقات پایین جامعه دارن برای درخواستاشون، نیازهاشون، نون شبشون پیوند به هم بزنن و تشکل ایجاد بکنن، این رو خطر اصلی از روز اول جمهوری اسلامی دونسته و به همین دلیل این کشتارها رو کرد و تمام اون اعضا و سازمان‌ها کسایی بوده که همشون در همین راستای سازماندهی طبقات زحمتکش جامعه کار می‌کردن. مستقیما شما تهدید شدید. مستقیما که می‌کشیم تو اینا. بله. کی به شما گفت؟ اینا تاریخه. خوب شد که این سوالا به اینجا رسید. سه بار اقدام به قتل من خواستن بکنن که خبرش هم به بیرون از زندان توسط خانواده‌ها، ملاقات‌ها و بعضی از همون پاسدار بندام شد. چه جوری می‌خواستن بکشن شما؟ یه بار مثلا تو حیات از پشت یه کسی با تیزی میخواست منو بزنه به عنوان اینکه سر مسئله فروشگاه زندان که روزانه بعضیا میگفتن اون موقع آمارشو که در می آوردن تو بخش زندان رجای شهر که بیشتر از 5000 زندانی رو اونجا جا داده بودن، اینا میتونستن بالای 1,000,000 تومان درآمد داشته باشن از بازار سیاه کردن اموال و اجناسی که در زندان به فروش میرسوندن، که در این باره من و چند زندانی شکایت کردیم. خانواده من، همسر من، مادر من رفتن به پیش آقای سلیمانی مسئول اداره کل زندان‌های استان تهران و در این باره شکایت دادن. سلیمانی مجبور شد بیاد به زندان رجای شهر و اونجا زندانی‌ها در حیات اندازگاه 4 زندان رجای شهر، میگم اینا رو اسامیشو میگم، صدها نفر تو اون حیات بودن، داد زدن که فلانی، یعنی مثلا من چون حرف می‌زدم و مسائل آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها رو میگفتم، این نماینده ماست. و بعد اونجا موقعی که مسائل اختلاس، فروش مواد مخدر در زندان، لوات در زندان، تجاوز به جوانا تو زندان، شکنجه هایی که خارج از شکنجه باشه خود اصل 38 قانون اساسی حتی جمهوری اسلامی میگه جرم است، ولی خارج از عرف، یعنی دست جمعی میریختن یه دفعه توی بند به عنوان بازرسی با لباس گارد و مثل همونه که تو خیابونا تو جنبش سبز زدن مردم و جوونا رو لتو پار کردن کشتن، با همون کاسکت، کلاه، سپر داخل زندان توی بند زندانی که دستش به چیزی نمیسه رو ضرب و شد میکردن و آنچنان باتومی میزدن که بعضی کشته میشدن و این خبر مرگ اصلا زندان بیرون نیمده من. این استادگی و دفاع از حق و حقوق زندانی و خواستن اجرای قوانین منجر به این دستور برای قتل که دقیقاً آقایی به نام فرجپور رئیس حراست و حاج کاظم، علی حاج کاظم رئیس زندان رجای شهر این دستورات رو میدادن که حتی منو بردن تو حراست زندان. سر ماجرا من شاکی بودم که به من حمله شده بود و اونجا جلو چشم زندانی حتی یک پاسداربند اون تیزی رو از دست باقری که به خاطر قتل زنش و دخترش تو زندان بود و جزو کسایی بود که روزی 14 تا قرص بهشون میدادن، اصطلاحش تو زندان تحت نظریاست، چنین آدم هایی رو امثال اینها رو یا کس دیگه، یا اسم کوچیکش حسین بود باز در داخل من، شبی بالا سر من اومد که منو بزنه با تیزی که درود به شرفش، حمید شریفی از اون تیزتر بود، با تیزی اونو زد انداخت که منو نزنه و همه زندانی ریختن گرفتنش چون به نوعی
حضور ما در زندان نسبت به احقاق حقوق بقیه زندانیان کمک میکرد، چون تا حدی ما رو میشناختن، این ماهواره ها، اطلاع رسانی، اخبار پخش میکردن، این باعث میشد به نوعی یک سپر امنیتی هم برای زندانی به وجود بیاد و اون زندانی اگه شرافت انسانیش رو حفظ کرده بود میتونست با یه چنین سپر و یه چنین آشنایی از حقوق بقیه زندانیان تا اون حدی که میتونست دفاع کنه، که از جمله مثل بهروز جاوید تهرانی، مثل حشمت تبرزدی، مثل عیسی سحرخیز، یعنی طیف فکر متفاوت بود، صالح کهندل، سعید ماسوری، اینا کسایی بودن تو زندان به زندانیا درس میدادن. چجوری بگم، زمین والیبال ما اونجا درست کردیم، بچه‌ها والیبال بازی کنن، سبزی کاری کردیم. مادر من با چه گرفتاری بذر سبزی تونست بیاره تا کرمانی رئیس راست قبل از فرجپور رو راضی کنیم بذر بگیریم، اونجا توی باغچه سبزی درست کنیم، زندانی سرشون گرم شه کار خلاق انجام بدن. اینها چیزی بود که مسئولین زندان به خصوص مسئول حراست بر نمیتافت و این قتلها دستورش اینجا میومد. جناب اصالو، خیلی من این صحبت میکنی با انگیزه و اینا، به خاطر اون رنج ها میاد، تصویراش میاد جلو. خیلی من خوشحالم، نمیتونم دروغ بگم، باور کن کامبیز. حالا بذارید یه کوچولو من یه حاشیه هم برم، شاید خوب باشه. نه نه، من تو زندگیم خیلی کارگری کردم جای مختلفی، زمین که شکوایت بودم به خاطر اینکه حقوقی نمیدن زندگی ما تمیشه، منم کردم و کارگری الان هم کارگرم ها، فکر نکن اصلا بابا همین الان که داری تو بچه ها که اینجا نشسته فیلم برم کارگری، چون موز باید بی کار کنیم دیگه، کارگری نیست باید بیل بزنیم آچار سوو یا فرمون دست اون بوجه دنده عوض کنیم. هر انسانی چه کار یدی کنه چه کار فکری، در ازای مزدی که میگیره داره کار میکنه، اون کارگره. من یه پیامای کارگری خدا تو برای همه ما هست. نه نه نه، اگر شما به عنوان دوست من رو فقط بپذیری برای من بس. خواهش. نه من برام خیلی جالبه. این همه کتک خوردی، تیزی والا سرت، بکشیمت فلان، باز هم اینجا نشستی. نمیشه، چون داداشم هم کشتن، پدرم زمانش رو ساواک برده به خود حق کارگری تو زندان، پدر بزرگ من با قزاق رضا شاه جنگیده، رشید سلطان، بابا علی رو کشتن، این تو خون ماست. میگن ایل اصانلوی خودم جنگجوان، نمیتونم بابا بزرگام و دایام اینا میگن. خب آقای اصانلو خیلی ممنون تشریف آوردید. آخرین سوال من از شما اینه که اونجا نشستین روی صندلی ما، اونجا اون چه حسی به تون دست داد؟ باید از خودت سوال کنم که همیشه خودت این طرف میشستی، چه حسی داشتی؟ پلیتیک این هفته رو بی مقدمه قوه قضاییه زد و این هفته با آزاد کردن 6 زندانی سیاسی از زندان، اون هم همزمان با ده فجر، خواست یه چهره خوبی از خودش نشون بده، ولی این پلیتیک چیپی بود که زد، چون اینا رو مرد حسابی اف نمی کردی خودشون پس فردا آزاد می شدن. پلیتیک می زد یارمو 4 زندانی نزدیک پایان محکومه می کنه تو بوق گران، آی ملت چه نشستید که نظام آن روی رعوفش را هست، فقط حزب علی رهبر، فقط سید علی اقتدار کنه، گریه هزار بده بیاد. سید شهاب الدین مرتضی وی آقا، این فقط 5 روز، فقط 5 روز از محکومیت به یه سالش باقی مونده بود، مرد حسابی این عفو میکنه. پژمان عبدالحسین زاده 2 ماه از محکومیت یک سالش مونده بود، عفو خورده بهش. فریدون سیدی را 1 ماه از محکومیت 3 سالش مونده. با پلیتیک زدن عدالت خونه چرخون نوبره، این دیگه از عدالت خونه رو میچرخونه شما بزنید. اینا بیشتر از 3/4 زمان زندانشون گذرانده بودن، میتونستن اتوماتیک 2 روز دیگه آزاد بشن و اونی هم که 5 روز مونده بود که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم میومد بیرون. کمر قلو شکوندیم، برای من عف زدی با پلیتیک، برو خرن ملت، خر بده بگی تو رادیو فردا. پلیتیک نزن بهر کسی آقا جون، اول خودت، دوم کسی های قوه قضاییه. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم، آری پلیتیک، اما بی پلیتیک. تا هفته دیگه، پلیتیکی دیگه برای خودتون انگیزه ایجاد کنید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزشی داره. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران.
فیسبوک. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.